چه ایرانیان درود فراوان به شما همچنان دوران قرنطینه را سپری میکنیم و فرصتی است تا بیشتر به مسائل ریشه ایه. این ناب سامانی تاریخی من بپردازیم در برنامه قبل به دیدار دوست ارجمندی در شهر بن آلمان رفتیم شهری که آرامگاه دوست سالیان گذشته من فریدون فرخزاد نیز در آنجا قرار گرفته اما دیدار با آقای حسن اشکبری روحانی خلق لباس شده در بن چنان با اهمیت بود که خیلی از شما را به تعجب و تحسین واداشت شما بهتر از من میدانید آنچه که در ایران ما در سال 57 رخ داد یک فریب تاریخی بزرگی بود که برخلاف خواست و فعالیت ملت آزادیخواه ایران جهت دستیابی به عدالت اجتماعی در شور مبارزاتی قشت گسترده ملت ایران در آن زمان توسط یک روحانی کینتوز به بیراهه کشنده شد و امروز جای تعجب ندارد که طی این سالهای پردرد و مشقت طیف گسترده از ملت ایران متوجه این فریب تاریخی که شخص آیت الله خمینی به ما تحمیل کرد شده باشد این شناخت در طیف وسیع از روحانیون هم به چشم میخورد شاید همه روحانیون شجاعت آقای اشکوری را ندارند ولی بعضی از آنها یادم هست مانند آقای سانعی آیت الله سانعی خیلی جدی در مقابل ولایت فقیه ایستاده بود به هر حال آنچه که ملت ایران طی سالها به دنبالش بود یعنی هویت ملی و عدالت اجتماعی در حکومت جمهوری اسلامی بسیار تنزل پیدا کرده که میشه گفت هزار بار هزار بار نسبت به دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی عقب گرد کرده ایم ما در جایگاه تاریخی آن زمان از خیلی از مزایای حقوق شهروندی برخوردار بودیم و کشور و جامعه نگاه به آینده روشن داشت البته در اینکه اشتباهات فاهش رژیم گذشته عامل این نابسامانی امروز ما شکی نیست ولی یادمان باشد که شانس اصلاح شدن رژیم گذشته حتما مقدور بود ولی ولی حب و بغض و حتی کینه شطوری شخص خمینی با فریب ملتی که جهت دستیابی به آزادی های بیشتر به پا خواسته بود ما را به این ورطه صعود کشاند که امروز همه ما شاهدش هستیم یعنی به دست گرفتن سه قوه اصلی کشور توسط یک فرد مانند امروز که شخص آیت الله ای یک جانی شناخته شده را رئیس قوه قضایه می کند و جانی دیگری را که خودش به جنایت و سرکوب دانشجویان و تزار کنندگان جنبش سبز افتخار می کند به ریاست مجلس می رساند و حتما تا چند ماه دیگر تا چند ماه دیگر رئیس جمهوری را هم از همین قماش بر کشور حاکم خواهد کرد تا به خیال اینکه آینده رژیم را تضمین کنند سوال این است که آیا ملت ایران در 42 سال قبل به دنبال این بود که چنین طیفی از جنایتکاران بر کشور آریایی ایران حاکم می شوند؟ با قوانین عهد حجری مانند حقوق نابرابر نیمی از ملت ایران یعنی زنان و یا اینکه پدر حق کشتن فرزند خیش را دارد چون جز مالم یک اوست و اگر سر فرزندش را از بدن جدا کند قصاص نمی شود اینا همون ارزش های والای انسانی است که شخص آیت الله خمینی در بهشت زهرا نویدش را می داد بگذاریم خوشبختانه امروز شاهد هستیم که در کل جامعه ایران این تحول فکری جا افتاده که رژیم کنونی به هیچ وجه به هیچ وجه با خواستای ملت ایران مطابقت ندارد این تحول در طیف گسترده ای از قشر روحانیون هم رخ داده و ما امروز در خارج از کشور با حضور آقای اشکیوری خوب شاهدش هستیم هیچ انگیزه مشخصی الان وقتی برمیگردم به گذشته میبینم که چرا من کشیده شدم به اینجا هیچ پاسخ روشنی ندارم ولی خب به هر یک طلبه 12 13 14 ساله 15 ساله این حدودا بودم وقتی که شما نگاه کنید که میاد توی میفته مثل یک ماهی که بیفته توی دریایی فکر میکنه باید اینجا شنا بکنه دیگه هیچ انگیزه ای مشخص آگاهانه ای که مثلا من با رژیم شام مخالفم چرا مخالفم چرا خمینی رو بر دیگران ترجیح میدم نمیدونستم مبارزه کردن ولی این حس مبارزه و حس مخالفت در من خیلی قوی بود البته یه خورده روانشناسی خودم رو در نظر میگیرم به دلیل روستایی من که دوران خانخاری رو تجربه کرده بودم اینا البته چیزایی بوده که بعد خودم به این مسائل فکر کردم که چرا من به سیاست مبارزه کشیده شدم یک از پاسخهایی که خودم دارم اینه که چون من زادگاهی من روستا بود دوران خانخانی بود قبل از اصلاحات ارضی بود ظلم ها و کارهایی که خانها ها میکردن برخوردهایی که با رایا میکردن اینا رو دیده بودم که نماینده خان آمده مثلا یک آدم خلاف چی کرده بود نمیدونم جلوی مسجد در حضور 2300 نفر آدم خوابونده شلاق زده اینا رو ما بچگی دیده بودم خب بعد وقتی که این مسائل مطرح شد و بعد هم مسئله مثلا با اینکه رژیمش شاه آمده بود با فودالها باز با مخالفت کنه امثال این حرفا روحانیون رو متهم میکرد که اینها مثلا نمیدونم با خانها ساختن از خمیدی از خانها پول گرفته محبه. این چیزا رو میگفتم ولی من که باورم نمیکردم که مگر یک مرجع تقلید یا روحانیت مثلا بیاد نمیدونم که طرفدار خان خانها باشه نه خب بگویم که شاه داره اینا رو متهم میکنه بنابراین با انگیزه عدالت خواهی می... به این سو رفتم یعنی انگیزه در... اصلی در شخصی اینو بعدا دادم تحلیل میکنم آن نه اینکه لازمم من بپرسید مثلا من برگردم چشم رو ببندم برگردم به سال 42 43 به 14 15 سالگی خودم این آگاهی رو نداشتم اما بعدا فکر کردم که این زمینه های تربیتی خانوادگی محیطی روستازادگی اون تجربه های تلخی که از اون زمان دیده بودم اینو بر کشون به مبارزه خب بنابر میشه گفت انگیزه عدالت خواهی بوده که در اون دوران وجود داشت اما همانطور که قرار بود این هفته هم به گفتگوی خودمان با آقای اشکوری ادامه میدهیم. آقای یوسفی اشکیبری که فرزند و برآمده از انقلاب ایران است پس از ترک بطن، امروز در خارج از کشور به مطالعه تاریخ و اسلام شناسی اکادمیک می پردازن. ما در فرانسه هم آقای دکتر جلال ایجادی را داریم که به عنوان استاد دانشگاه در پاریس در زمین اسلام شناسی بسیار فعال هستند که از دید علمی به تاریخ اسلام میپردازند از دیدگاه ایشان خوب متوجه شدیم که توهم یک حکومت اسلامی به جایگزینی یک حکومت سکولار چگونه بر جامعه آن روز ایران حاکم شده بود این تفکر بدون پشتبان علمی در جبه ملی هم ریشه داشت همچنان که دیدیم آقای بازرگان که البته هرگز نمیتوان از اشتباه تاریخیش و به دام افتادن خمینی او گذشت همین برداشت اشتباه او و شخص سنجابی بود که پایه قدرت خمینی شد و دیدگاه جبه ملی و خالی کردن پشت زنده یاد دکتر بختیار که بدون اندیشه سیاسی انجام شد هم حاکی از توهم این گروه از یک حکومت اسلامی بود که ما امروز شاهدش هستیم به هر حال توهم در یک دورانی بر همه ایدئال های ما یعنی ما کشور جهان سومی و به قول دوست عزیز آقای دکتر صدیقی از چی؟ ما آسیایی خاور میانی شیعه دوازده امامی حاکم شده بود و ما نفهمیدیم که در کجای این جهان امروز ایستاده ایم به باور من هنوز هم با گذشته 42 سال توهم بر قشت گسترده از ملت ایران حاکم است و همین دلیل بگذارید امروز یک بار دیگر به دیدن دوست گرامی آقای اشکیوری به شهر بن آلمان برویم و بگذاریم که این روحانی جلای وطن کرده از فعالیت ناپیدایی که در زیر پوست جامعه ما در آن دوران گسترده بود آگاه ما سازد در ضمن برای کسانی که برنامه قبل را ندیدن بگویم که آقای اشکیوری پس از به اعدام محکوم شدن در رژیم جمهوری اسلامی و زندان اوین را تجربه کردند با هزار مشقت اکنون به ما کوش کنندگان پیوستند یا به قول خود ایشان ایشان فراری بهشت زهرا هستند که امروز در بهشت آلمان زندگی می کنند. آیش ولی خیلی خوشحالم که این فرصت دوباره پیش آمد ما با بتونیم صحبت خودمون رو ادامه بدیم مخصوصا در ارتباط با کتاب های اخیر شما من شاید این شدم که دیدگاه شما نسبت به دوران اولیه اسلام یعنی 1400 سال پیش از نظر تاریخی با اون چیزی که مرسومه و آن چیزی که در جامعه وجود داره این مقداری منطبق نیست ممکن این مقدار توضیح بدید که چگونه شما این تاریخ رو دارید الان تحلیل میکنید ببینید من از اول به سابقه،, سابقه اشاره کنم من از دوران تقریبا جوانی به تاریخ علاقه بودم با. حالا این از کجا این علاقه در من پیدا شده بود نمیدونم با. ولی به هر صورت علاقه بودم و در دوران پیش از انقلابم کتاب تاریخ زیاد میخوندم رمان زیاد میخوندم ادبیات زیاد میخوندم و مخصوصا رمان های تاریخی خیلی پیش از انقلاب تاریخ ایرانی یا خارجی ایرانی یا خارجی یعنی اون موقع خیلی میار برای من نبود ولی بله خب عمدتا چون به فارسی من میخوندم طبعاً رمان های ایرانی برد. بوده دیگه که در اون زمان میخوندم و در دوران بعد از انقلاب هم که همین جور ادامه داشت تا بعد از مجلس من رفتم در دایلت و بزرگ اسلامی از سال 64 به بعد برد. عضو دایلت بزرگ اسلامی شدم یه دارت المعارفی در ایران در میاد به نام دارت و بزرگ اسلامی که مدیریتش رو آقای کازم بوجنوردی داره شاید بشناسید یا اطلاع داشت باشید آقای کازم بوجنوردی هم که از رهبران حضب ملل اسلامی بود 14 سال زندان بود پیش از انقلاب بعد از انقلاب هم آمد حضب حضب جمهور اسلامی شد یه مدت استندار اصفهان بود در دوره اول هم شد نماینده اصفهان در مجلس ما هم آشنا شده بودیم بعد ایشون رفت اونا مثل من از سیاست کشید کنار رب دالتوماره بزرگ اسلامی رو رو داد. یه یعنی نهاد فرنگی درست کرد از منم دعوت کرد که من برم اونجا رفتم اونجا اونجا هم که رفتم رفتم تو بخش تاریخ صحیح. که رئیس بخش تاریخ ما هم مرحوم دکتر عباس زریاب خویی بود که با. باید بشناسید یکی از با. تاریخ دانان معروف معاصر ایران مثل با. زرین کوب و عباس زریاب خویی و متو زرین کوب عمدتاً رو تاریخ ایران کار میکرد عباس زریاب خویی بیشتر رو تاریخ اسلام ایران کار میکرد دیگه از اون زمان من دالتون دل ماره بزرگ اسلامی که الان فکر کنم 22 جلد تا حالا در آمده من ده ها مقاله نوشتم که این ده ها مقاله همش هم در تاریخ مربوط به تاریخ بر برمیگرده به شخصیت ها و رجال مختلف تاریخ اسلام و ایران بعد از اون هم تصمیم گرفتم چون یه دوره من کتاب تاریخ نگاهی به تاریخ جهان مرحوم نهرو رو خونده بودم که تاریخ سارا سجلدی رو همیشه آرزو می کردم که یک تاریخ اسلامی در این چارچوب نوشته بشه یعنی مختصر مفید تحلیلی نه اینکه مثلا بیه 15 جلد کتاب بنویسید 20 جلد کتاب بنویسید تاریخ ایران به خصوص حالا اینا الان در دنیای امروز هم کسی دیگه این کتاب های تاریخ مفصل ها نمیخونه به هر این آرزوی من بود پیش از زندان این فکر داشتم کارو شروع کردم ولی خود به دوران زندان و بعد از مدتی از زندان که حالا معلوم شد سالها اونجا هستیم شروع کردم مطالعات رو تاریخ ایران پیش از اسلام که این کار هم حالا تاریخچه‌ش نمیخوام بگم ادامه پیدا کرد و بعد از زندان شروع کردم فیش برداری ها رو به صورت نوشته در آوردن و بعد از اونم که آمدم ایتالیا اون نگارش دومی کتاب انجام دادم که مجموعه اینا مربوط شد به تاریخ ایران پیش از اسلام با. که میخواستم یک سی سیسته صفحه بیشتر نباشه به عنوان مقدمه ورود به اسلام ایران با. ولی بعد خودش شد حدود دیدار صفحه با. که حالا اون یه داستان دیگری داره با. و بعدم که آمدم آلمان الان حدود نزدیک ده ساله که اینجا هستم آمدم تاریخ ایران و اسلام رو کار بکنم با تمرکز روی ایران منتها چون به اصطلاح تاریخ قرن اول قرن اول اسلام ایران عمدتا اسلامه و بنابراین 780 درصد کار تا اینجا مربوط به تاریخ اسلامه از تولد محمد و سیره محمد و بعد تسیمای تس... اسلام و بعد آمدن خلافای راشدین و تا الان رسیدم از در زمانی تاریخی که جلو آمدم تا پایان عبدالملک مروان آمدم تا 20 سال مونده به پایان قرن اول من های شما آره این کار دارم ادامه میدم حالا عرض میکنم خدمتون این کار دارم ادامه میدم وقتی که این قرن اول تمام شد بعد میخوام چون تمرکز من روی تاریخ ایران قرن اول هست و وقت یک جلد رو میخوام اختصاص بدم فقط به ایران فتوحات ایران چی اتفاق افتاد قرن اول چه اتفاق افتاد نمیدونم چه تغییرات در ایران ایجاد شد امیران ایرانی فرمان روایان ایرانی فرهنگ عمومی تاریخ عمومی ایران در ای... این ایده است که هنوز من به اونجا نرسیدم امیدوارم فرصت پیدا کنیم و عمر کفاف بکنه که بتونم اون تاریخ اصلی که برای من اهمیت بیشتری داره اونو. اما از نظر منابع که فرمودید منابع من به دلیل اینکه من زبان فارسی زبان اصلی من هست و بعد زبان دوم من زبان عربیه از فارسی استفاده می کنم، از منابع عربی استفاده می کنم. تاریخ ایران پیش از اسلام هم عمدتا الان تو تاریخ اسلام آمده دیگه چون ما تاریخ ده. پیش از اسلام که الان چیز خاصی نداریم که منابع ایران پیش از اسلام دو نوعه یه نوع منابع اسلامیه مثل سالبی و تبری و ارز کنم یعقوبی و بیرونی و عرض کنم امثال دیگه اینا از قرن دوم دو سوم هجری به بعد تاریخ ایران رو به یه شکلی بازسازی کردن یا کسی مثل ارز کنم که بعضی از ایرانی هایی بودن که آمدند و ترجمه کردن به ابن مقفع ترجمه کردن منابع اصر ساسانی رو به عربی با. که خب اینا امروز در اختیار ما هست این یکی منابع ایران است ایران شناسیه دوم دو هم منابع ایران شناسی متأخر غربی هاست که از 150 سال پیش آمدن که عمدتا روی باستان شناسی تکیه داره اساس ساسانی هاش اشکانی ها اینا رو امروز با سکه شناسی باستان شناسی زبان شناسی اینا رو هم چون زبان اصلی رو من متاسفانه زبان اروپایی بلد نیستم انگلیسی یا آلمانی یا فرانسه بلد نیستم زبان اصلی هم زبان اینا است که مال اینا زبان عمدتا مثلا ایران شناسی آلمان خیلی قویه اسلام شناسی آلمان خیلی قویه اینا رو تا که امکان داشته باشه از طریق ترجمه هایی که شده خیلی از این کتاب به فارسی ترجمه شده بعضی از اینها به عربی ترجمه شده اونایی که به عربی فارسی هست مستقیما استفاده میکنم اونایی هم که نیست از طریق خلاصه ها گاهی مقالاتی نوشته هایی به دست میارم از دوستان کمک میگیرم که خلاصه اینا رو برای من بگن و من از این منابع دوست دارم چون کسی که بخواد تاریخ اسلام بنویسه یا تاریخ ایران بنویسه اگر به این آخرین منابع تکیه نکنه یا از اینا اطلاع نداشته باشه کارش ناقصه کار من متاسفانه کامل نیست ولی سعی میکنم که نقصش کمتر باشه ناست. پس بنابراین درباره تاریخ ایران پیش از اسلام اینجوری رجب تاریخ اسلام هم همین گونه هست منتها یه دیدگاه سنتی داریم نسبت به تاریخ اسلام خوب که خب همین دیدگاهی است که 1000 حداقل 2300 سال هست که انجام میشه و یه دیدگاهی هم مدرن هست که از گولزهر 150 سال پیش بگیرید تاریخ قرآن نولد که در 150 سال پیش در آلمان بگیرید بلاشر بگیرید قرآن شناسان اسلام شناسان تو غرب انجام دادن اونایی که دیدگاه سنتی دارن همون حرفای تبری و حرفای بیرونی و حرفای ارسکم یعقوبی رو یا مسعودی رو تکرار میکنن یعنی خیلی چیز تازه ای ندارن من منم معمولا همون منابع تا قرن 56 بیشتر استفاده نمیکنم یه سری از این کارهایی است که غربی‌ها جدید کردن که با دیدگاه انتقادی آمدن این کار انجام دادن این هم نوع دوم اسلام شناسیه که غربی‌ها کردن اخیراً داد نه این تا از حدود 150 سال پیش 20 سال پیش شروع شده تا همین 23 سال پیش هنوزم در آکادمی های اروپا و آمریکا و عرض کنم اینا هنوز این تفکر هست که به منابع اسلامی تکیه میکنن منتها با دیدگاه انتقادی نگاه میکنن با،, با اون دیدگاه سنتی نگاه نمیکنن یک موج سومی هم به وجود آمده که الان حدود 20 30 ساله که بیشترش مرکزش در آلمانه که اینها نه اصلا یه دیدگاه کاملا رادیکال و متفاوتی دارن دیدگاه اینها اساسا اینه که برخلاف اون دیدگاه سنتی های اول و دیدگاه حتی اسلامشناسان شناسان 150 سال اخیر اروپایی آمریکایی اساسا محمد یه شخصیت موهومه، اسلام یه شخصیت موهوم نمیدونم خلفای راشدین شخصیت افسانه ای هستن و اون چه که به نام اسلام خلاصه حرفشون اینه اون چه که به نام اسلام الان مطرحه این از حدود 100 -200 سال پیش 200 سال 300 سال بعد از اون در سوریه پیدا شده قرآن هم بوده در اون زمان قرن اول و دوم بوده ولی یک متنی بوده که مربوط به یک فرقه سوریانی ایرانی که این یک خانش یک متن مقدس یک فرقه مسیحی بوده بعد تو قرن اصل عباسی ها و دوره معمون و بعد از هارون رشید و اینها اینها آمدن این قرآن و تغییرات درش دادن تبدیل شده به یک متن مقدس مستقل برای یک دین مستقلی به نام دین اسلام با. حالا به چی استناد میکنن مربانیشون چیه امثال اینها چیه داستان دیگری است که من چون خوشبختانه چند تا از کتاب این گروه ترجمه شده به فارسی اینا رو خوندم و از اینا استفاده میکنم و من سعی میکنم که اون چی که من مینویسم ضمن اینکه به اون دیدگاه سنتی منابع سنتی رو از اونها استفاده میکنم به دیدگاه اسلام شناسان غربی هم از اینا استفاده میکنم این دیدگاه جدید رو هم مورد توجه قرار بدم ببینیم حرف حسابشون چیه به همین دلیلی که من یک حرف اینجا بزنم و اونم مهمه که در مقاله اخیرم به نام چالش های تاریخ نگاری دین نوشتم اون رو هم اینجا مطرح کنم و اونم این است که معتقد هستم که اون چه که به خصوص سنتی های ما تاریخ نگاری کردن از قدیمی ها تا جدیدی ها مثل تا حسین در مصر مثل شهیدی در ایران مثل متحری مثل شریعتی دیگران اینها دیدگاه مثل تاریخ گزینشی است به این معنا تاریخ نگاری علمی به معنی مدرن کلمه نیست بیشتر به قول از دوستان زیر سقف اعتقاد حرکت میکنن صحیح. بنابراین مثلا کسی مثل متحری و آل یاسین و نمیدونم سید مرتضا اسکری و مرتضا عاملی و اینا حالا شما شاید نشناسید اینا به عنوان تاریخ نگاران اسلام معاصر هستن خیلی هم مطرح هستن به عربی می نوشتن به فارسی نوشتن به فارسی ترجمه شده اینا همشون همون گونه که یه زمانی مثل کسانی مثل خاج فلسفه رو در استخدام کلام و اعتقادات درآوردن، اینام اینا تاریخ رو در خدمت کلام درآوردن. یعنی خدا و پیغمبر و شیعه و دوازه امام و علم امام و اسمت امام و همه اینا رو به طور مطلق پذیرفتن زیر سخف اون حرکت میکنن صحیح. بنابراین اینها نمیتونن که از اون زیر سخف نجات پیدا کنن تا اونجای پیش میرن که به اون اعتقادات اصلیشون لطمه ای نخوره توجه میکنید با. تا اونجایی راجع به داستان امام حسین کربلا می نویسند که علم امام حسین و اسمت امام زمان ملت منویره من این رو تاریخ نگاری علمی نمیدونم من خودم سعی میکنم در طول این سالها تلاش کردم که از زیر سقف اعتقاد بیام بیرون اعتقادات مذهبی نگاهی در اون دینی من یا شما یا هر کسی که سر جاش محفوظ این که من به نبوت محمد اعتقاد دارم یا ندارم به بحث اعتقادی شخص خودم هست اما در تاریخ نگاری بحث نبوت نمیتونه مطرح باشه بحث علم امام نمیتونه مطرح باشه چرا برای که علم امام رو از نظر تاریخی نمیتونه اثبات کرد نبوت محمد امروز از نظر تاریخی من چجوری میتونم اثبات کنم دقیقا مسئله همینه حالا من نمیتونم امروز از نظر تاریخی اثبات کنم من از مبانی دیگر از جاهای دیگر باید ایمانی به نبوت محمد آورده باشم که اون دیگه بحث تاریخی نیست حالا اون چقدر درست و نادرسته یک میار دیگری داره حساب دیگری داره من حرفم اینه که بنده یا هر کسی دیگری که امروز به نام مورخ تاریخ دین قلم به دست میگیره مطلب می نویسه، کتاب می نویسه، باید به میارهای اولا باید به منابع آشنا باشه دوم باید مجهز به معیارهای نقد تاریخی مدرن و جدید و آخرین نظریه ها باید مجهز باشه وگرنه تاریخ نگاریش ناقصه این ما میگیم تاریخ نگاری علمی مثلا فرض بفرمایید همین گروه جدید اناره که پیدا شدن میگن اصلا محمد وجود تاریخی نداره خب من با چه زبانی میتونم با اینا صحبت کنم؟ میتونم بگم نخیر تو اصلا بی خود میگی محمد نبی الهی بوده بهش وحی میرسیده هرچی که گفته درسته و نادرسته نمید. خب او اصلا نه محمد قبول داره نه وحیش قبول داره و اونم منم نمیتونم اثبات کنم نه من میتونم چیزی رو اثبات کنم نه اون میتونه چیزی رو رد کنه علمی نداره او هم که نمیتونه بگه محمد پیامبر نبود با. برای اینکه نبوده که نمیشه مثلا اصطلاح چیز همونجوری که به خدا کی میتونه ثابت کنه خدا نیست حد اکثر به قول پوپر میتونه بگه که من لا ادری من به وجود خدا ایمان نیاوردم برای اینکه دلایل پیدا نکردم که به خدا ایمان بیاورم اما اینکه واقعا خدای در این عالم نیست من چجوری میتونم ثابت کنم امرا عدمی که قابل اثبات نیست که توجه میکنیم بنابراین من حرفم این است که تاریخ نگاری هر کسی که به نام دین تاریخ نگاری دین البته تاریخ نگاری دین حرف درستیه به خاطر که شما تاریخ نگاری فلسفه داری تاریخ نگاری اقتصاد داری تاریخ نگاری هنر داری تاریخ نگاری دین هم هست مثلا من تاریخ نگاری دین اینجوری میفهمم که من به عنوان یک تاریخ نگار نه لزوما یک مسلمان اینکه مسلمان هستم یا غیر مسلمان سر جاش اما من به عنوان اگر میخوام درباره تاریخ اسلام کار بکنم باید به میارهای نقد علمی توضیح بدم یعنی به این گروه اناره مثلا آقای فولکر پوپ آقای نمیدونم اولیکس آقای نمیدونم ریموند دوکوین این رو که من خوندم اینا با زبان دیگری با من صحبت میکنن اینا با سکه شناسی کار دارن با زبان شناسی کار دارن اینا میگن ما بررسی کردیم آدمی به نام محمد وجود خارجی نداشته خب من هم امروز چیکار باید بکنم امروز با همون زبان با اینا صحبت بکنم خب با همون زبان با همون معیارها بگم که آیا استدلال شما درست هست یا نیست این سکه هایی که شما بررسی کردید کامل هست یا کامل نیست یا این تفسیری که از نوشته فلان سکه ارز کنم مربوط به عبدالملک مروان شما نوشتید بهش استناد میکنید این تفسیر شما درست هست یا درست نیست من با این زبان میتونم با اینا صحبت بکنم به همین دلیل است که امروز من که کار تاریخ نگاری میکنم البته این نوع تاریخ نگاری من که الان بهش توجه دارم خیلی از همگنان من یا از کسانی که به عنوان چهره تاریخ نگار اسلام مطرح کردن به این نکات یا توجه نکردن یا به اینا خیلی نپرداختن خودشون در عمل چندان مقید نبودن یک چی بوده دلیلش والا بیشتر جنبه شخصی داره به این معنا که شاید منخصشو نداشته ببینید یه دلیلش اینه که من از همون دوران نوجوانی خودم که در نظر بگیرم مثلا شما شاید نمیتونید امروز تصور کنید که در دهه چهل در میان طلبه ها روزنامه خوندن ای بود روزنامه خوندن ای بود ما یه استادی داشتیم در قوم به ما میگفت که شما درس خون بشید نه روزنامه خون یعنی گویا درس خوندن با روزنامه خوندن ای بود این اطلاعاتتون رو از جامعه نگیرید نه یعنی اون عمدی نداشتن ولی به هر حال دیدگاهشون این بوده که روزنامه بدهتون رو طلبه چی میخوره اصلا کتاب فارسی خیلی از طلبه ها نمیخوندن توی همون عوالم خاص خودشون بودن خواستم ما فقط فقه بخونیم فلسفه نمیخوندن فلسفه رو حرام میدونستن توجه میکنید فقط فقه و اصول اصول هم به عنوان اینکه مقدمه علم حقوقه علم فقه شما باید مشتهید بشه فتوا بدید بیش از این کشمان نمیخوان که خب اما من طلبه ای بودم که از همون سال 42 43 در روسر که بودم رمان های جواد فاضل می خوندم حسین قاری مصاحم رو می خوندم بعد رمان های خارجی می خوندم تا آخر و هنوزم رمان رو می بنابراین این جستجوگری من این ذهنیت نسبتاً آزاد من این مثبت به کار نمیبرم یعنی آزاد من که در چارچوب حوزه و اون سنت ها خیلی پیش از انقلاب اینجوری نبودم بعد از انقلابم که فاصله گرفتم بعدم اسلام شناسی من دین شناسی من قبل از آنی که از حوزه باشه از بازرگان بود از طالقانی بود بعد شریعتی بود مجاهدین اولیه بود ما خودمون در این تیفا رشد پیدا کردیم دیگه شاید یک از دلایلی که بعد از انقلاب من راهمون از آقایون جدا کردیم به خاطر اینکه ما خیلی به اون ایدئولوژی اون دستگاه فکری وابسته نبودیم بعدم که چون الان حدود حداقل میتونم بگم حدود سی ساله که توی دالتمار بزرگ اسلامی رشته به تخصص تاریخ کار کردم 20 سال هم هست که الان با تخصص بیشتر تمرکز بیشتر کار میکنم بعد الان 10 سال یازده سال است که در خارج از کشور هستم با این افکار جدید و مدرن هم آشنا شدم اینا شاید در من تاثیر گذاشته یا یه خورده من متوجه این داستان کرده و بعدش هم اون دیدگاه ایدئولوژیک و تئولوژیکی که خیلی ها دارن اون ملاحظات دارن من دیگه یه خورده ملاحظات رو گذاشتم کنار البته نمیخوام بگم خیلی آدم شجاعی هستم یا هر چی که یافتم میتونم اونها رو بیان بکنم ولی بله در حدی که امکان داره حداقل سعی میکنم که به معیارهای نقد علمی مدرن هم نزدیک بشم من به دنبال بیان این مطلب هستم حالا شما من نمیخوام بیان بکنم شما در ارتباط با تاریخ نگاری مذهبی و دینی به یه مرحله رسیدید که آغاز اسلام رو یعنی دوران اولیه حضرت محمد رو بهش نقد میکنید و حتی دوران امام حسین ما هم خیلی کوتاه بدونم ببینم شما به کجا رسیدید در این مرحله از نقد خودتون ببینید من که هنوز به اون دیدگاه اناری که همه در انکار تاریخی میکنه به اونا نرسیدم حرفشون رو قانع کننده نمیدونم دارم مینویسم نقد اونا دارم مینویسم با هم معیارای خودشون ها نه با معیار اینکه چون تبری گفته پس درسته چون نمیدونه خدا گفته از درسته اصلا با اون معیار نه اما خودم وقتی که نگاه میکنم یکی از چیزایی که برای من در این ده سال اخیر مطرح شده یک سوال بنیادین است من اول این رو یه جایی مطرح کردم بعد دیدم خوشبختانه یه دوستی به من گفت که فان اس هم این رو مطرح کرده من اون موقع نمیدونستم اون دوست به من گفت هنوزم ندیدم فان فان اس که میدونید که جوزف فان اس یکی از این به محققان الان شاید که سه سال عمر کرده باشه آلمانیه یه کتاب خیلی مهم داره چهار جلدی درباره کلام اسلامی جه. که اهل فن میگن که یه بخشش هم جلد چهارمش هم به فارسی ترجمه شده هنوز منتشر نشده من دارم اینجا این میگم مهمترین کتاب در تاریخ علم کلام اسلامه یعنی اینقدر آدم معتبری است که اون دوست من گفت که فانسم این حرف زده و اونم اینه که اساسا من یک نقطه تحولی برای من بود و اونم اینه که آیا واقعا حضرت محمد که آمد در مکه مثلا دای دعوت پیامبری کرد که بعد شد یه دینی به نام دین اسلام آیا اساسا این از اول میخواست دین جدید درست کنه یا اینکه نه به عنوان یه مصلح دینی بود در ادامه کار موسی و عیسی و ابراهیم و اینا آمده بود که احساس کرد که باید مسیحیت رو تقویت بکنه یهودیت رو تقویت کنه ادیان ابراهیم تو خود قرآن هم ریشه داره دیگه نه. چون تو خود قرآن هم میگه که من حرف تازه نیاوردم من ادامه دهنده ای راه عیسی و موسی هستم نه. و من مصدق اونها هستم خود قرآن آمده اونها رو تصدیق کنم اونها رو تایید کنم 13 سال مکه دو سال در اول مکه مدینه هم به سوی بیت المقدس نماز می‌خوندن ولی بعد یواشوش به خصوص بعد از مرگ محمد حدود نیم قرن 40 50 سال گذشت که یه دین بزرگی تدبیر به به نام اسلام این یک سوال اساسی هست که هنوز من به پاسخ روشنی نرسیدم ولی الان دیگه تردید جدی دارم که آیا خود محمد می‌خواسته یه دین جدیدی درست کنه یا نه چون میدونید تبعات اجتماعی و دینی این هر خیلی مهمه که اگر من به این نتیجه برسم که خود محمد در مقام تأسیسی دین جدیدی نبود و خیلی چیزا عوض میشه خیلی دیدگاه ها نسبت به این اسلامی که امروز داریم قرآنی که امروز داریم با. امامات و ولایتی که داریم تشیع و تسنن با. امثال اینا خیلی از این چیزها به اصطلاح عوض میشه بنابراین این یک نقطه تحولی هست که در دیدگاه من مثلا نسبت به زمان محمد وجود داره بعدش هم که من سیره ایشون هم که نوشتم اصلا اون قسمت هایی که به اساطیر و افسانه ها و مسائلی هست که غیر اوغلایی هست و غیر تاریخی اونا نپرداختم و اگرم یه جایی اشاره کردم فقط به عنوان گفتم تو منابع اینا آمده یا به داستان امام حسین که میرسیم که اصلا به نظر من موزل ترین و پیچیده ترین مسائل تاریخ اسلام هنوزم که هنوز داستان کربلا و امام حسین همین الان دیدگاه شما امروز علاوه بر اینکه مثلا همه فکر میکنن به خصوص در ایران و در جهان تشیع فکر میکنن داستان کربلا برای همه روشنه من عرض کنم که خیلی مطالعه کردم الان مجموعه نوشته ای من راجع داستان کربلا و امام حسین نزدیک 300 صفحه بیش از 300 صفحه است که الان یه روزی منتشر بشه مجموعه آرا و شیعه و سنی و غربی ها و همه اینا رو که در روی هم ریختم تا اینجا به این نتیجه رسیدم که حرف ارز کنم که به دیدگاه تاریخی یا ندیدگاه اعتقادات شیعی خاص به این نتیجه رسیدم که ارز کنم که دیدگاه ابن خلدون که در قرن هشتم اجری به میگن اولین فیلسوف تاریخ در بشر حتی غربی ها هم از اون الهام گرفتن میدونه غربی ها این سال سال اخیر خیلی راجع به ابن خلدون فرانسه دیگران کار کردن و او یک کتابی داره اصل کتابش به نام تاریخ و هم تاریخش هم العبر که تاریخ عمومیه ولی یک کتاب دو جلدی داره به نام مقدمه ابن خلدون معروف شده که پروین گنابادی اون رو به فارسی ترجمه کرده به فارسی هم در اختیار است کل کتابش ترجمه نشده ولی دو جلد ترجمه شده این دو جلد درباره فلسفه تاریخه آمده تاریخ اسلام رو با تزی که داره از نظر دار جامعه شناسی و تاریخی بررسی کرده که تزش هم بر اساس عصبیت هست و پیوند قبایلی است و داستان است بعد ایشون داد داستان کربلا که میرسه یه حرف مهمی داره که البته امروز ردش میکنه شیعه ردش میکنه قبولش ندارن ولی به نظر من حرف او درسته و اون هم این است که ایشون میگه که امام حسین از حالا اونا که امام نمیگن ما عادت کردیم به امام حسین میگه حسین ابن علی اینکه ادعا میکرد که من در خلافت شایسته تر از یزید هستم حرف درستی است و حتی او صلاحیتش بیش از اون چه بوده که خودش میگفته اما حسین یک اشتباه کرد و اون اشتباه محاسباتی بود دو دلیل میاره برای اینکه کار امام حسین و اقدام امام حسین که از مدینه آمد به مکه به خصوص از مکه آمد به طرف عراق و طرف کربلا وقتی که آمد خب آمدن برای, برای کربلا برای چی بود برای عراق و اینا برای چی بود برای اینکه بیاد به طرفدارانش بپیونده و بیاد مثلا خل... خلیفه رو خلق کنه دیگه و خودش خلیفه بشه دیگه برای این آمده بود دیگه حالا کاری ندارم یه دیگه آمدن گفتم برای شهادت رفته بود و برای اصلا تفلسفه‌های مختلفی آوردن براش ولی از نظر من محرزه بعد ایشون میگه خیلی خوب وقتی که حالا آمدن به اصطلاح برای اینجا برای چی برای کسب قدرت آمده بوده به دو, دو تا اشتباه کرد حسین یکی این که علی خلیفه درست در یزید فاسد بود اینا همه قبول دارن اهل سنت همه اینا قبول دارن که یزید آدم صالحی نبود آدم خوبی نبود مدیر خوبی نبود آدم هرزی بود همه اینا خود منوای اهل سنت هم قبول دارن منتها میگن هر چی بود خلیفه ای مسلمانان بود اکثریت مردم قبولش کرده بودن بنابراین حسین حق شورشگری علی خلیفه را نداشت این یه دیدگاهی بوده که تو قرن اول در میان همه مسلمانان در میان صحابه در میان بزرگان اسلام مقبولیت داشت و بسیاری دیگه غیر از ابن خلدون هم از این منظر حسین رو محکوم کردن گفتن تو حق اینکه که میگی من شایسته تر بودم یزید نالایقه درسته اما تو حق شورشگری علیه خلیفه حق رو نداشتی این یک اشتباه اشتباه دومم که فکر میکردی که میتونی بیای عراق و یزید رو خل کنی اینجا از در سیاسی دچار اشتباه شدی نیروها رو در نظر نگرفتی توازن قوا رو در نظر نگرفتی امکانات خود در نظر نگرفتی امکانات طرف مقابل در نظر نگرفتی من خودم چون از در تاریخی به این نتیجه رسیدم که حسین برای خلع خلیفه آمده بود بنابراین دیدگاه ابن خلدون و رو دیدگاه شیعه نیست اومی شیعیان ابن خلدون رو ترد و لند میکنن که چرا تو گفتی فلان برای اینکه اونا فکر میکنن که ابن خلدون امام حسین متهم به مثلا به جاه طلبی کرده بحث جاه طلبی نیست بحث فکر بحث ایده است رقابت سیاسی است خب از نظر من یک تاریخ نگار اگر بخوام به علم امام به نمیدونم اسمت امام تکیه بکنم نمیتونم تکون بخورم بهترین کتاب رو درباره تاریخ کربلا مرحوم سالی نجف آبادی نوشته که سال 49 چاپ شد و توی قوم و حوزه ها و محافل مذهبی سر صدا شد هنوز دعواش ادامه داره چرا برای اینکه او گفته بابا علم امام حسین درست اسمت امام حسین درست همه اینا درست اما امام حسین به عنوان یک سیاستمدار خواست که طبق قانون عمل کنه طبق برنامه عمل کنه طبق قواعد اوغلای عمل کنه ولی بعد وقتی مورد حمله واقع شد خب پس این روایت رو چیکار میکنید پس خواب امام حسین چیکار پس نمیدونم که اینایی که همه پیشگویی کرده اصلا امام حسین میدونسته کجا کشته میشه چی روزی کشته میشه فلان سرانجام هی عقب نشینی کرد چرا به خاطر اینکه گیرش اون داستان علم امام و اسمت امام بود من یک نقل مفصلی نوشتم در زیتون سایت زیتون منتشر شد نقل کتاب شهید مت... چیز کتاب شهید جاوید مطهری من ملتزم به اون عقاید اسم علم امام و اسمت امام نیستم من تا کنون تا اینجا تلاش کردم که با, با معیارهای نقد علمی صحبت کنم بنابراین اگر آقای علی لیمونادی هم که فرض کنید که با دیدگاه من موافق نیست یا با من هم فکر هم عقیده نیست ولی میخواد در چارچوب منطق و عقل و استدلال با من بحث بکنه بتونه ما با من بحث کنه همون گونه که من اگر بخوام که با شخصی مثل آقای لیمونادی بحث بکنم بتونیم با هم یه زبان مشترک باید پیدا کنیم دیگه علم ده. امام و اسمت امام که زبان مشترک بنده و آقای گروه اناره نیست با نمیدونم آقای فلان نیست با گلزهر نیست با که دیگه نیست که اونا کار به این چیزا ندارن بنابراین من تلاش میکنم با زبان مشترک یعنی با زبان علمی یعنی اگر میخوام که بگم ما وجود محمد وجود تاریخی داشته میگم نه خیر حرف شما درست نیست به این دلیل دیری وجود داشته توجه میکنید یا قرآن در قرن اول وجود داشته به این دلیله این قرآن یک کتاب مستقل بوده به این دلیله که بتونیم با همدیگه یک دیالوگ بکنیم و یک گفتگو کنیم بنابراین تا این جای کارم به نظر من بحث انگیزترین بحثی که من تاکنون انجام دادم مربوط به داستان کربلاست که جز سه چهار قسمتش که منتشر شد ولی هنوز مجموعه اینا منتشر نشده حالا رو تاریخ خود سیره پیغمبر راجب خلفای راشدین راجب زندگی علی ابن ابی طالب دیدگاه انتقادی دارم که اینا تو منطقه کتاب من هست خیلی اهمیت داره اینا واقعیت امینه که در داخل کشور اون تصویری که مشخص میشه برای ملت ایران متفاوت با این دیدگاه شما درسته بله همین به همین دلیل من معتقد هستم که این کتاب من در ایران جمهوری اسلامی ولو اینکه اوضاع بهترم بشه قابل انتشار نیست هر کجای دنیا منتشر بشه نه سنی ها قبولش خواهند کرد نه شیعیان برای اینکه همون گونه که به دیدگاه شیعیان مثلا من انتقاد کردم به دیدگاه اهل سنت هم انتقاد کردم باید. من در همین کتاب من در سلسله مقالات من که منتشر شده در اونجا آمدم که آقا خلافت یه عمر انتخابی بوده اصلا نصب امام و نصب امام اینا رو من اعلان کردم که اینا هیچ از تاریخی قابل اثبات نیست از نظر استنادات دینی هم قابل اثبات نیست بلکه سیره مسلمانان قرآن، سیره علی، سیره امام, امام حسن، امام حسین، همین بزرگانی که امروز به عنوان شیعه مطرح هستن سیره اونا خلاف دیدگاه امروز است برام شریعتی یه جمله‌ای میگفت که من همیشه اون رو تکرار میکنم او هم میگفت که علی شیعه نبود واقعا علی شیعه نبود یعنی شیعه ای که امروز ما داریم از قرن 4 و 5 ما داریم علی شیعه نبود علی پشت رایبک نماز می خود. فقط اختلاف سیاسی داشتن با هم زن میدادن زن میگرفتن فرزندان علی اسم ابی دارن عمر دارن عثمان دارن امام حسین امام حسن و مام زین العابدین و همه اینا فامیل هم دیگه بودن فامیل سببی بودن نسبی بودن این داماد اون بود اون داماد این بود اصلا این دشمنی ها بینشون وجود نداره این بعدا در دعوای شیعه و سنی دعوای فرقه است که بعدا اینا درست شده من همه اینا رو تو نوشتم نشون دادم چه عواملی باعث شده که این تغییر و تحول به وجود بیاد یعنی بخوان جور دیگه جلوه بدن انگلیش از شیعه گرانی که تاریخ نگار هستند به یه دلیلی به هر حال چیزی که امروز در کشور ما حاکمه خصوصیاتی داره سوال میتونه دوتا باشه یکی اینکه که چی شد که یه چنین تشیع به وجود آمد که من چون تاریخ نگاه میکنم به مسئله هیچ چیزی رو انتزاعی نگاه نمیکنم من میگم اول یک واقعیت اتفاق میفته یک ضرورت ها و نیازهای اتفاق میفته شیعه به ضرورت به وجود آمد بس. سنی به ضرورت به وجود آمد خوارج به ضرورت به وجود که کسی توطئه نکرد یه داستانه یه داستانی که شما میپرسید که چرا مثلا دیگران اینجوری حرف میزنن سوال من دو تا دلیل به نظرم داره یه دلیلش اینه که بسیار از این محققان و از این پژوهشگرانی که هستن اینا فقط پژوهش میکنن فقط تتبع میکنن تو کتابها فقط منابع رو میبینن یک دیدگاه و تئوری ندارن برای این کار توجه میکنید اشکال دومش این است که تئوریشون هم درون دینیه یعنی زیر سقف اعتقاد حرکت میکنن همونجوری که قبلا گفتم همونجوری که یه ایده فلسفه رو در استخدام اعتقادات در آوردن یه ایده به نام تاریخ نگار اسلام یا تاریخ نگار دین اسلام میان تاریخ دینی می نویسن چون تاریخ دین با تاریخ دینی با هم متفاوته تاریخ دینی یعنی اینکه شما بخواید هر مثلا راجب امام حسین یه جوری بنویسید که دیدگاه سنتی معمول شیعه تثبیت بشه خیلی ها این جوریه اصلا انگیزه همینه متحری وقتی که میاد سیره ائمه اطهار می وقتی که خب من تو مقاله اخیرم نوشتم وقتی که شما از همون اول میگی ائمه اطهار پس بنابرای هیچ نقل نمیتونی بکنی یک سر تاریخ نگار باید منتقد باشه انتقادم بتونه بکنه اگر به محمد انتقادی پیدا کرد فکر کرد که محمد اینجا اشتباه کرده بتونه بگه توجه میکنی یا بگه امام حسین اینجا اشتباه کرد بتونه بگه وگرنه تاریخ نگار نیست وگرنه یک متکلمه توجه میکنی این سوم اشکار سومی هم که وجود داره بله ممکنه خیلی ها امروز به این دیدگار خیلی که نه بعضی ها به این دیدگار رسیده باشن اما تو فضای بسته و جزمی سرکوب اندیشه که در کل کشورهای اسلامی از جمله در ایران وجود داره اصلا کسی جرات نمیکنه حرفا بزنه توجه میکنید منم الان نقد در ایران بودم این نوشته ها رو که نمیتونستم بریم منتشر کنم کنم به همین دلیل میگم که نوشته های من با وجودی که خیلی رادیکال نیست گروه اناره نیست خیلی رادیکال نیست اما در این حال توی ایران هم نمیتونه برای هم سنی باش مخالفه هم شیعه مخالفه الان شما نگاه کنید اخیرا سرسدا شده حقوق بشر هم خیلی اعتراض کرده یه آدمی یک آخوندی در عربستان عرض کنم به نام حسن مالکی که اهل سنت بوده وهابی بوده بعد یه خورده فکر کرده تاریخ نوشته تاریخ کار کرده الان منتقد نسبت به تاریخ اهل سنت رفته اعلان کرده که آقا کتاب تاریخ کتاب حدیثی صحیح و بخاری قابل استناد نیست آمده یه خورده به دیدگاه شیعه نزدیک شده توجه میکنید بعد تکفیرش کردن زندانش الان دو سال زندانه برش حکم اعدام تغذا کردن ایلا... محافل حقوق بشری دنیا خیلی اعتراض کردن که الان ممکنه که بنده خدا رو اعدام بکنن در حالی که من وقتی افکارش عقایدش رو میخونم میبینم که عقایدش خیلی شبیه افکار عقاید منه یعنی حسن مالکی <تصفح> <تصفح> مال. مثلا یوسف فقط شما در مسیر اعدام نیستید ما البته رفتیم مراحل رو گذروندیم وقتی حکم ارتداد به ما دادن البته به خاطر تاریخ نبود اون موقع به خاطر مسئله حجاب و تغییری پذیری احکام بود یعنی ما رفتیم از زیر تیغ در آمدیم به قول یکی از دوستان که فراری بهش زهرا هستیم برد. اما او در عربستان چون عربستان به مراتب خشن‌تر از جمهوری اسلامیه من خودم این رو خب چون یه خود جهان عرب می‌شناسم الازهر رو می‌شناسم من اگر واقعاً یا من یا هاشم آقا جری حرفایی که ما در ایران زدیم هر دو حکم اعدام گرفتیم ولی حکم اعدام داره بار ما اجرا نشد و یک موج عظیمی در داخل و خارج در حمایت ما برخواست اگر من یا ایشون در مصر بودیم یک هفتگی اعدام می شدیم نه حکومت میتونست از ما دفاع کنه نه جامعه مدنی وجود داشت که از ما حمایت کنه یعنی ایران جمهوری اسلامی حالا به هر دلیلی من نمیخوام بگم به کسی امتیاز بدم بگم هنر جمهوری اسلامی هست یا میتونسته بیش از این عمل بکنه نکرده اصلا وارد بحث تحلیلش نمیشم ولی واقعیت امر این است که جامعه ایران با سر از همه کشور خاور میانه از اسلامی است فضا به گونه ای است که اگر حکومت گران هم بخواهن خیلی نمیتونن برن جلو نمیتونن مثل عربستان عمل کنن مثل مصر مصر که ما وقتی از اون نوجوان که بودیم مصر برای ما کانون روشنفکری اسلامی بود الگوهای ما در مصر بودن حالا بعدا فهمیدم خب مثل سید قطب امثال اینا نه اونجوری که ما فکر میکردیم نیستن اما در هر حال الان شما نکاح کنید که مصر چه وضعیتی داره بله. دیگه آلترناتیو این حکومت مثلا فرض کنید که اخوان مسلمینه بله. که میخواسته به قدرت برسه که اونم وقتی که ایده احساس خطر کردن کودتا کردن دو بله. الان 5 سال یک ژنرال ارتشی نظامی میاد که فقط یک روز در اون اوایل روی کار آمدنش یک روز فقط اخباری که نوشتن در قاهره 850 نفر در درگیری کشته شدن بله. این سرکوب های وحشتناکی که وجود داره این آزادی این آزادی نسبی که ما در ایران داریم همین که اینقدر مینالیم که داریم در مصر اصلا نداریم من بعد از همین کنفرانس برلین که آمدم رفتم پاریس با یکی از این استادان الازهر که در مصر در دانشگاه سربون فرانسه بوده قبل آشنا شده بودم رفتم باش صحبت کردم مشورت کردم گفتم من میخوام برم در الازهر هم به الازهر آشنا بشم هم یه خورده در با اهل سنت و اینا آشنا بشم از این حرفا اونم بر حذر داشت گفت که الازهر اولا راتون نمیده به اینکه شما در ایران تکفیر شدید به وسیله روحانیت راهتون نمیده و بعد راهتون هم بده اونها خشنتر از جمهوری اسلامیه دادگاهی ویژه ای اونها خیلی خطرناک از دادگاهی ویژه عربستان سعودی هم همیشه. عربستان سعودی که از همه جا خطرناک تره. حالا شما که میپرسید چرا دیگران این حرفا رو نمیزنن یه دلیلش اینه که خیلی ها اساسا برنامهشون تایید و تقویت همین دیدگاهی سنتیه نه. از سقف سنت و مثلا اون بیرون نمیان اعتقاد بیرون نمیان دوم هم این اگرم به این نتیجه رسیده باشن جرأت گفتنش ندارن فضا برای گفتنش وجود نداره دیدگاه سنتی که اشاره میکنید بیشتر در چارچوب اون دانش بسیار کم مذهبی که من دارم اینه که اسلام اصولا انتقاد نمیپذیره اجازه دهید برای اینکه از این گفتگو نتیجه بیشتری بگیریم ادامه آن را در هفته آینده به پایان ببریم با ما باشید در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم و ما در قربت همچنان دوره می شب را و روز را هنوز را